سرخط خبرها. شمار کشته‌های اعتراضهای سراسری در ایران به 21 نفر رسید. آیت الله خامنه ای و محمد خاتمی اعتراضها را کار دشمنان حکومت خواندند. سهم سیاست‌های نظام چیست؟ یک موج بزرگ نارامی هر 10 سال. شباهت‌ها و تفاوت‌های اعتراضهای 30 سال گذشته در ایران. امروز هم بعضی شهرهای ایران نارام بود، مثل مسجد سلیمان، گوهردشت کرج و تهران. حالا 6 روز پیاپی است که معترضان در اعتراضهای سراسری شرکت می‌کنند. دولت ایران دسترسی به اینترنت را به شدت محدود کرده. دیشب در استان اصفهان دست کم 9 نفر کشته شدند. به این ترتیب آمار کشته‌ها تا اینجا به دست کم 21 نفر رسیده. شمار بازداشتی‌ها هم بالا رفته. امروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران دشمنان را مسئول این وقایع خواند. او گفته حرفای زیادی درباره نارامی‌ها دارد که بعداً بازگو می‌کند. مجمع روحانیون مبارز بعد از جلسه‌ای به ریاست محمد خاتمی در بیانیه‌ای گفته که مردم حق دارند مطالبات خود را از طریق قانونی اظهار و حتی فریاد کنند، اما همزمان آنچه عناصر فرصت طلب و عوامل آشوبگر خوانده را به ایجاد آشوب و ناامنی متهم کرده است. سیاوش اردلان و جزئیات درگیری‌های بیشتر در گزارشش. امروز سه‌شنبه ساعت 4:50 بعد از ظهر دم تئاتر شهر، تلویزیون ایران میگوید تجمعات اعتراضی در پایتخت به مراتب کمتر شده. شاید دلیل آن حضور سنگین نیروهای امنیتی باشد. اندکی دورتر در گوهردشت کرج نیز حضور امنیتی محسوس بود و در مسجد سلیمان نیز به رغم چنین حضوری معترضان در نقطه ای از شهر گرد آمدند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. در این ویدیو از معدود ویدیوهایی که امروز به دست بی بی سی رسیده، این بانک در مسجد سلیمان ظاهرا در جریان نارامی های امشب کاملا تخریب شده. آیت الله خامنه ای به این حد اکتفا کرد که بگوید دشمنان ملت منتظر مشکل درست کردن برای نظام هستند. وبسایت های نزدیک به حکومت تصاویر کسانی را که میگویند رهبر اغتشاشگران هستند در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، یادآور فضاهای سال 88. اما حتی بیشتر از آن سالها شبکه‌های اجتماعی صحنه‌ای از جنگ اطلاعات و ضد اطلاعاتی و روانی حکومت و مخالفانش است. اما خیلی از معترضان در شهرهای کوچک ایران توجهی به این بخش از مجادلات مجازی ندارند و فراخوان‌های اینترنتی را فرصتی قرار دادند برای بیان مطالبات خود در ضدیت با مسیری که حکومت می رود. اما در داخل حکومت هرچند مخالفان دولت روحانی همچنان می کوشند از اعتراضها برای برجسته سازی ناکارآمدی های آن دولت بهره ببرند، اما طرفداران اصلاحات هر روز بیش از پیش از معترضان فاصله می گیرند. از جمله محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات که امروز معترضان را عناصر فرصت طلب و عوامل آشوبگر لقب داد. هرچند تشکیلاتی که او در آنجا امروز سخنرانی می‌کرد، مجمع روحانیون مبارز، در عین تکرار همین الفاظ در بیانیه خود گفت که باید صدای ملت را شنید. مهدی خلجی تحلیلگر مسائل ایران، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه از تورنتو کانادا با ما. آقای خلجی، با واکنش اصلاح طلبان شروع کنیم. شاید یکی از معروف‌ترین چهره‌های اون آقای خاتمی باشه. چطور می‌بینید واکنش اون رو که بسیاری از معترضان رو فرصت طلب و عوامل آشوبگر خونده؟ این به هیچ وجه غافلگیر کننده نیست. اصلاح طلبا هر زمانی که احساس کردن حرکتی، کنشی، جنبشی موجودیت نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره و ساختار حکومت رو هدف میگیره، همواره در کنار اصولگرایان یا هسته سخت جمهوری اسلامی ایستادن، به خاطر اینکه به درستی تصورشون این هست که اگر جمهوری اسلامی به شکلی پایان بگیره یا تغییر پیدا بکنه، سرنوشت سیاسی اونها با سرنوشت تندروهای اصولگرا چندان متفاوت نخواهد بود. ولی در همون جنبش سبز سال 88 هم شاید تظاهرات در خیلی از اونها شعارهای مشابه به آنچه که این روزها داریم میبینیم داده میشد. آیا اصلاح طلبان یا دست کم بخشی از اونها نمیتونستن از این تظاهراتی که الان در جریان هستن به شکلی به نفع خودشون استفاده بکنن؟ در سال 88 اولا اصلاح طلبا به وجود آورنده اون جنبش نبودن. اون جنبش خود جوش به وجود اومد و اتفاقا اصلاح طلبا یا در روز فردای
یا روزهای حوالی انتخابات یا بازداشت شده بودن یا اینکه مردم رو بیشتر نقش داشتن در بازدارندگی و اینکه به خیابان نیان و به هیچ وجه نقش رهبری اون جنبش رو نداشتن، در این اینکه موضوع اون جنبش مربوط به انتخابات بود. تمام هنر اصلاح طلبا در ایران زمان انتخابات ظهور پیدا میکنه، چون اصلاح طلبی رو اونها اساساً تقلیل دادن به مسئله انتخابات. یعنی یک روز مردم رو بسیج میکنن بیان رأی بدن، فردا هم میرن خونه هاشون و هیچ کاری ندارن با بقیه ماجرا. به همین دلیل انتخابات براشون خیلی مهمه، انتخابات یعنی هویت اصلاح طلبا. اما الان مسئله انتخابات نیست، یک طیف وسیعی از مسائل و مشکلات اقتصادی و سیاسی هست که در بخش عمده اونها اصلاح طلب ها هم نقش داشتن در به وجود آوردنش. یعنی اون وضعیتی که ما الان میبینیم در سوریه، سیاست خارجی ایران در زمینه های اقتصادی، در زمینه های اجتماعی، در زمینه های سیاسی، سیاست داخلی، اصلاح طلبان هم در به وجود آمدن وضع موجود نقش داشتن و مسئول هستند. و متاسفانه به دلیل اینکه در بسیاری از موارد تاریخی یا مراحل تاریخی طرد شدن از جانب هسته سخت جمهوری اسلامی، یک چهره مظلوم و قربانی دارن و از پاسخ گفتن فرار میکنن. میخوام اینو ازتون بپرسم که دولت ایران و الان حتی بخشی از اصلاح طلبان دارن یک پارچه و یک صدا کم و بیش این رو مسئولیتش رو متوجه عوامل خارجی میدونند. شکی نیست که به هر حال بسیاری از کشورهای خارجی هم منافعی شاید ببینن در این تظاهرات. فکر میکنید که حد فاصل این کجا هست و چطور معترضان میتونن صداشون رو به گوش مقامات حکومت ایران برسونن بدون اینکه این وصله خارجی بودن به اونها بچسبه؟ ببینید، وصله خارجی بودن در تمام انقلابهای دنیا، در تمام جنبشهای دنیا همواره از جانب حکومت به پدیدآورندگان و پیشبرندگان جنبش همیشه خورده، از این گریزی نیست. اون چه که مشکل هست، ببینید، جمهوری اسلامی هم اقتصادش، هم سیاست داخلی و خارجیش، هم سیاست‌های فرهنگیش مشکلات بسیار زیادی داره که به قول یک تاریخ نگار آلمانی به نام کریستیان مایر، وقتی که راجع به امپراتوری روم صحبت میکنه میگه که همه میگن امپراتوری روم چرا فرو افتاد، چرا زوال پیدا کرد، در حالی که پرسش اصلی این هست که چرا انقدر دوام پیدا کرد. در مورد جمهوری اسلامی هم سوال این هست که چرا انقدر دوام پیدا میکنه، و باز میشه جواب مایر رو که در مورد امپراتوری روم داده در مورد جمهوری اسلامی هم صادق دونست. اون میگه دلیل تداوم این امپراتوری به رغم تمام مشکلات بنیادیش این بود که آلترناتیوی وجود نداشت. در مورد جمهوری اسلامی هم دلیلی که تداوم پیدا کرده اینه که آلترناتیوی وجود نداره، یعنی که ما اپوزیسیون نداریم. ما در یک مرحله خاص تاریخی هستیم که برخلاف جنبش مشروطیت، برخلاف جنبش ملی شدن صنعت نفت، برخلاف انقلاب ایران، بخش مذهبی و سنتی نمیتونه از این جنبش حمایت بکنه به یک دلیل بسیار مهم، و اون این هست که جنبشی که در ایران شکل میگیره، جنبش سیاسی، این جنبش یا هر جنبشی در آینده، یکی از مطالبات اصلیش رفع تبعیض‌ها و تمایزها خواهد بود. و در نظامی که تبعیض و تمایز نباشه، طبقه سنتی بسیاری از منافع کنونیش از دست میده، یعنی روحانیت، بازار و بسیاری از کسانی که با دلایل و بهانه‌های مذهبی یک امتیازهای مختلفی رو کسب کردن، در نظامی که فاقد تبعیض و تمایز باشه، اینها همه منافع خودشون رو در خطر می‌بینن. بنابراین روحانیت الان نمیاد دفاع بکنه از این جنبش یا از هر جنبشی که خواستار تغییر نظام جمهوری اسلامی باشه، یا کسانی مثل آقای سیستانی که از مراجع تقلید بزرگ شیعه هستن و در چه هست؟ دلیل این خلأ، دلیل این وجود نداشتن یک اپوزیسیون جدی چه هست به نظر شما؟ دلایل خیلی زیادی داره که شاید جای طرح همه اونها اینجا نباشه، ولی یکی از مسائل مهم این هست که جمهوری اسلامی موفق شده به این که تضادهایی رو که در جامعه ایران هست فعال بکنه. خود انقلاب ایران جامعه ایران رو تبدیل کرد به شورش پسران علیه پدران. می‌دیدیم یا پسر مجاهد میشد بر پدرش شورش میکرد، یا به جبهه میرفت شورش میکرد به جبهه میرفت. یعنی شکاف نسلها رو خیلی عمیق کرد، و بعد از جنگ هم باز این شکاف نسلها به شکل دیگری به وجود اومد. شما الان این شکاف نسلها رو به شکل دیگری در جامعه ایران میبینید،
و بعد به تدریج ارزش‌های اخلاقی از بین رفت، همبستگی اجتماعی از بین رفت، تضادهای اون چیزی که خود آقای خامنه‌ای چند وقت پیش در زمان انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد به کاندیداهای ریاست جمهوری که مبادا گسل‌هایی رو که در جامعه وجود داره، گسل‌های قومی، گسل‌های مذهبی، گسل‌های اقتصادی رو که در جامعه وجود داره، اینها رو فعال کنن. این گسل‌ها باعث شده که جامعه ایران از هم گسیخته است و درش بحران رهبری، بحران اتوریته، بحران اقتدار وجود داره. نخبگان دیگه نقش چندانی ندارن. شما الان نخبگان جامعه ایرانی، روشنفکران ایرانی رو جای چندان نمیبینید، فقط زمان انتخابات میبینید که در به اصطلاح صف یا پشت یه بخش دیگری از حکومت میایستن و مردم رو دعوت میکنن به بسیج اجتماعی. آقای غالبی خیلی ممنونم که به بحث ما پیوستید، متاسفم که نتونستیم زودتر با شما تماس بگیریم. شما نظرتون چه است در مورد نقشی که اصلاح طلبان دارن بازی میکنن در این اعتراضات؟ ببینید، چند تا نکته است. اولا که به نظرم خبری که گزارشگر شما در مورد موضع آقای خاتمی و اصلاح طلبا گفت، همینطور آقای خلجی، خبر دقیقی نیست. دو تا نکته است اینجا که باید از هم تفکیکش کنیم. یکی، مردمی هستند که معترضن، کارد به استخونشون رسیده، شاکیان از تبعیضی که تو جامعه هست، اختلاس هست، فساد هست، رکود اقتصادی هست. اینا یک بخشی از ماجراست و این مردم حق دارن اعتراضشون رو بگن. تو قانون اساسی به رسمیت شناخته و وظیفه دولت و حکومت هم اینه که امنیت این اعتراضا رو تأمین کنه. این یه بخشی از ماجراست. یه بخشی از ماجرام اینه که بله، یه آدم‌های خارج از مرزهای ایران که تلاش میکنن به شکل‌های مختلف به کشور ضربه بزنن، از جمله از راه تحریم‌ها و دلیل تحریم‌ها ضربه زدن به شرایط اقتصادی کشور بود و کسانی که متاسفانه باز هم ارتباط ما با پاریس قطع شد و آقای حمزه غالبی اگر بتونیم در ادامه برنامه باز هم بهشون باز خواهیم گشت. من واقعا هم از ایشون هم از بینندگان بی بی سی فارسی به خاطر این اشکال فنی عذرخواهی میکنم. ما خلجی، به هر حال اینترنت بسیار در ایران محدود هست، برنامه تلگرام که یکی از برنامه‌های اصلی ارتباطی ایرانیان بود همچنان محدود هست و بلاک هست، شبکه‌های ماهواره‌ای زیر پارازیت هستند، ارتباط مردم محدود و روی زمین هم سرکوب ادامه داره. فکر میکنید چقدر دیگر معترضان خواهند تونست که ادامه بدن؟ دور از تصور نیست که بگیم این اعتراض‌ها به زودی پایان خواهد گرفت. حالا با سرکوب بیشتر حکومت، با خسته شدن مردم، حتی اگر سرکوب هم نباشه به دلیل فقدان رهبری، فقدان ایدئولوژی، فقدان برنامه، به هر حال مردم هر روز نمیتونن بیان تو خیابون. همونطور که حالا دیدیم بعضی از عناصر حکومتی هم تهدید کردن مردم رو، به هر حال اعتراض‌ها پایان خواهد گرفت، اما مشکلات باقی خواهد ماند. و این مشکلات عمیق‌تر و زخم‌ها کاری‌تر باقی خواهد ماند و منتظر فرصتی خواهد بود که دوباره سر برارن و به جنبش‌های گسترده‌تر، جنبش‌های منسجم‌تر و اعتراض‌های منسجم‌تر منجر بشن. تصور کنید که جمهوری اسلامی در شرایط غافلگیر کننده‌ای قرار بگیره، در شرایطی که پیش‌بینی نشده است. مثلا ناگهان آقای خامنه‌ای فوت بکنه. مثلا اگر یک تأسیسات هسته‌ای پنهان در ایران کشف بشه و اسرائیل ناگهان به اون تأسیسات حمله بکنه، یا چیزی که کسی تصورشو نکرده یا آمادگی جدی شاید براش یا فوری براش وجود نداشته باشه، این گونه اعتراض‌ها میتونن دوباره به وجود بیان و مهارشون میتونه بسیار سخت‌تر باشه. و البته اون چه که تا الان به وجود اومده این که مشروعیت جمهوری اسلامی بسیار بسیار بیش از گذشته کاهش پیدا کرده، شکنندگی بیشتری پیدا کرده و در کنار اون مشروعیت اصلاح طلب‌های حکومتی، کسانی که همواره خواهان سهمی از قدرتن و همواره مردم رو میترسونن که یا ما باید در قدرت باشیم یا اینکه ایران سوریه میشه، یعنی یک دوگانه کاملا تصنعی و کاذبی درست میکنن که یا ما باید بریم تو قدرت یا اینکه ایران ویران خواهد شد، اینها هم فکر کنم که مشروعیتشون خیلی ضربه خورد. سپاسگزارم. مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن از تورنتو کانادا با ما، و همینطور از آقای حمزه غالبی، تحلیلگر مسائل ایران که ارتباطمون الان باشون قطع شد. من بار دیگر هم از ایشون هم از بینندگان پوزش میخوام که نتونستیم اونطور که باید و شاید ایشون رو در برنامه داشته باشیم. اما درباره سخنان مقامات ایران درباره نقش خارجی ها در نارامی های ایران، نظرات بعضی از مردم رو با هم بشنویم. رژیم جمهوری اسلامی مردم رو در کشور به گروگان گرفته.
من به عنوان یه شهروند ایرانی از تمام کشورهای دنیا میخوام که از مردم ایران حمایت کنند. ولی دوست نداریم کسی تو کشورمون دخالت کنه. همینا ما داریم تابانشو پس میدیم. ما نیاز به حمایت داریم، اما هر کسی حق ورود اینو نداره. زینم میخوایم چیکار اسرائیل از ما حمایت کنه؟ ما یه حکومت دموکرات میخوایم، آزادی بیان داشته باشیم. کشورهای اروپایی باید از آزادیخواهان ایران حمایت کنند و کاری کنند که مردم ایران بتونن اون آزادی که دلشون میخواد برسن. ولی من معتقدم که بقیه کشورها فقط حق دارن نظر بدن، حق ندارن سعی کنن دخالت کنن، حق ندارن سعی کنن ما رو تغییر بدن. من وقتی پیام آقای نتانیاهو رو توی این اینستاگرام دیدم واقعا امید گرفتم. اینا دارن از سهم خودشون دارن دفاع میکنن. خب مشخصه روسیه همیشه منافع خودش رو از ایران خواسته. در ضمن عربستان عددی نیست که بخواد ما رو تحریک بکنه برای انقلاب. اولا که انقلاب کردن کار مردم عامیه که ما 40 سال پیش این کارو کردیم. یکی آوردیم بسمونه. الان ما میخوایم اصلاحات داشته باشیم و این دیکتاتورها نمیخوان اصلاحات انجام بدن. پیام‌های رهبرای دنیا فقط میتونم بگم درود بر ترامپ، درود بر نتانیاهو و درود بر هر رهبری که با ملت ایران اعلام همبستگی کنه. کشورهای اروپایی دخالت بکنن یا نکنن فایدهش چیه؟ دولت ایران هم جیب ما را نزنه آزادی هم نخواستیم. تمام مشکلات مردم رو میدادن سر این ور و اون ور. جوون گرسنه این حرفا رو چیپه، جوون بیکاری حرفا رو چیپه، جوونی که نمیتونه ازدواج کنه این حرفا رو چیپه. امیر حسین اعتمادی از بنیانگذاران سازمان دانش آموختگان لیبرال ایران از واشنگتن دی سی با ماست و از همین شهر سینا عزادی پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی. خیلی خوش اومدید آقایون. از آقای اعتمادی شروع میکنم. آقای اعتمادی، توییت های آقای ترامپ واکنش های زیادی به دنبال داشته. حتی بعضی از دموکرات ها گفتن بهترین کاری که آقای ترامپ میتونه بکنه اینه که سکوت پیشه کنه. شما موافق هستین با مسئله؟ آقای ترامپ در شبکه‌های اجتماعیش میلیون ها نفر دنبال کننده داره. کافی حد در همون توییت اولی که آقای ترامپ درباره اعتراضات ایران در همون روز اولش منتشر کرد و نوشت، من فکر کنم توجه جامعه جهانی رو به اعتراضات ایران جلب کرد. باعث شد که اعتراضات ایران به رسانه‌های معتبر دنیا، خبرگزاری معتبر دنیا برسه. و اصولا انتظاری که منتقدان دموکرات آقای ترامپ از ایشون دارن دقیقا همون کاریه که آقای اوباما در سال 88 کرد. اون به اصطلاح ضربه رو به اعتراضات جنبش ایران زد، به جنبش سبز زد، زمانی که مردم ایران در خیابونا شعار میدادن که اوباما اوباما یا با اونا یا با ما، آیا اوباما ترجیح داد رفتار دیگه رو اتخاذ کنه، به نوعی بی‌تفاوتی از خوششون داد. و بعدها هم معلوم شد که در پشت پرده به آقای خامنه‌ای نامه می‌نوشته، در واقع از پشت مردم ایران خنجر می‌زد. شما فکر می‌کنید که الان دخالت آقای ترامپ سودمند باشه، به نفع معترضان باشه؟ نه، حقیقتش رو بخواید نه. اول اینه که داشتن اینه که شما چند تا فالوور داشته باشید روی توییتر، این دلیل سیاست خارجی خوب نیستش. سیاست خارجی آقای ترامپ و این توییت هایی که میکنن در حقیقت به ضرر مردم تموم میشه، چون هر زمانی که ایشون توییت میکنن دولت ایران اینها رو استفاده میکنه برای اینکه کسایی که به حق تو خیابونا هستن، برای حالا هر چی که تظاهرات میکنن، برای گرونی هستش، برای آزادی بیان هستش، برای هر چیزی که تظاهرات میکنن، دولت ایران رو میتونه استفاده بکنه و اونها رو بگیره و بگه شما عوامل خارجی هستید. و اگر یادتون باشه در تظاهرات سال 88 دقیقا همین اتفاق ها افتاد. با اینکه آقای اوباما به نظر من سیاستشون کاملا درست بودش و به طور خیلی آروم از ایران از تظاهر کننده ها حمایت کردن، ولی باز هم اون کسایی که تو خیابونا بودن عوامل خارجی معرفی شدن، بهشون حمله شد و همونطور که تو تلویزیون ها و اخبار هم خوندید خیلی ها دادگاهی شدن به صرف اینی که عوامل خارجی هستن. بنابراین این غلطه. آقای اعتمادی، آقای عزادی معتقدن که حمایت دونالد ترامپ باعث میشه که این انگ به معترضان بخوره که از آمریکا حمایت میشن و این به ضررشون خواهد بود. فکر کنم آقای عزادی خودشون جواب خودشون رو دادن. در واقع دولت جمهوری، حکومت جمهوری اسلامی، استبداد دینی که در ایران حاکمه، مثل تمام دیکتاتوری‌های دیگه در بلوک شرق، در اوکراین، در لهستان، در چکسلواکی، معترضان رو در هر حالتی به غرب، به امریکا، به جاسوس بودن، به عامل خارجی بودن، به آشوبگر بودن، به فتنه‌گر بودن، توطئه‌گر بودن متهم می‌کنه.
همینطور که خود آقای عزودی گفتن، در زمانی که آقای اوباما به نوعی بی‌تفاوتی نشون داد و رفتار متفاوتی رو از آقای ترامپ از خودش بروز داد، باز هم جمهوری اسلامی همین اتهامات رو زد. جمهوری اسلامی 40 سالی که اتهامات رو مخالفان میزنه، جمهوری اسلامی 40 سالی که نمیخواد قدرت مردم و ایران رو باور کنه. به این دلیله که من میگم آقای ترامپ رفتار درستی رو از خودش داره نشون میده. آقای ترامپ باید حتی فشار رو بیشتر کنه. این فعلا حمایت معنویه. من فکر میکنم مردم ایران انتظار حمایت موثرتری رو دارن، مخصوصا در مورد مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی، قطع و وصل شدن اینترنت که این روزها میدونید بسیار سرعت اینترنت پایین آوردن. با فشارهایی که دولت امریکا و کشورهای خارجی اروپایی میتونن بر حکومت ایران بیارن، دست کم این جریان آزاد اطلاعات رو به ایران برگردون و باعث شد که معترضان بتونن با هم ارتباط بگیرن، نه فقط کشورهای اروپایی و امریکا. حتی اگر امروز آقای پوتین که میدونیم چقدر حامی جمهوری اسلامی و بسیار دیکتاتورهای دیگه است، به فرض محال تغییر موضع بده و از جمهوری اسلامی بخواد که اینترنت رو باز بگذاره، من از اون استقبال میکنم به عنوان یک ایرانی که خواهان آزاد شدن جریان اطلاعات در ایران هست. آقای عزادی، شما فکر میکنید تلاشای آمریکا، اگر که تلاشی وجود داشته باشه برای آزادی اینترنت، برای فشار روی دولت ایران نتیجه‌ای داشته باشه؟ من فکر نمی‌کنم. یعنی آقای ترامپ در فعلا متأسفانه در موقعیتی نیستش که بخواد در مورد آزادی در ایران صحبت بکنه. اگر شاید رئیس جمهور دیگه بودش، ممکن بود که بالاخره از سراغ دیگه مثل توی دولت قبلی که آقای جان کری با آقای ظریف در ارتباط بودن، ممکن بود که بتونه به طور نامحسوس تاثیر بذاره. ولی آقای ترامپ متاسفانه با انگهایی که زدن، با حملاتی که به ایران کردن و به ملت ایران کردن، من فکر نمی‌کنم در موقعیتی باشن که بتونن تاثیری داشته باشن توی روند اعتراضاتی که فعلا توی ایران هسته. اجازه بدید همین سوال از آقای اعتمادی بپرسم. آقای اعتمادی، خیلی معتقدن که مسئله حمایت آمریکا نیست. شاید اگر آقای اوباما بودش برفرض و از این اعتراض حمایت میکرد، با استقبال مواجه میشد. ولی آقای ترامپ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای در قبال ایران داشته، مثل محدود کردن سفر ایرانی‌ها به خارج، مثل موضعش درباره توافق هسته‌ای، و اون رو فرد مناسبی نمی‌کنه برای این که بخواد از این اعتراضا حمایت کنه. من برخلاف شما و آقای عزاده فکر میکنم که آقای ترامپ بسیار، حالا ممکنه در که امریکا و یا کشور شما، البته این نظر من نیستش، من تحلیلی که منتقد کردم میگم، من فکر میکنم برخلاف کشورهای اروپایی یا حالا بخشی از مردم امریکا، آقای ترامپ بسیار در ایران اتفاقا محبوب هستن. دلیلش هم در همین شعارهایی که در خیابون دیده میشه. دقیقاً آقای ترامپ همون حرفایی رو داره توییت میکنه و میگه که مردم در خیابون میزنن. آقای ترامپ میگه که پولی که ایران از طریق توافق هسته‌ای دولت ایران به دست آورده، در خرج سوریه شده، خرج لبنان شده، خرج تروریست شده. مردم ایران همونو دارن در خیابونا فریاد میزنن که سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن. آقای ترامپ در مورد توافق هسته‌ای اگر انتقادی میکنه، انتقادش اینه که اون توافق به سود حکومت ایران شده. من نمیدونم آقای عزادی چه اصراری دارن که بگن آقای ترامپ ضد مردم ایران هستن. آقای ترامپ علیه استبداد دینی در ایران حرف میزنه، علیه ملاها و آخوندهایی که بر ایران حاکم هستن حرف میزنن. ما میدونیم که ایران امروز در کف خیابونهای ایران شعار داده میشه حکومت آخوندی نمیخوایم، آخوندها حیا کنیم، مملکت رو رها کنیم. من شباهت های بسیاری میبینم بین شعارهایی که در کف خیابونهای ایران دیده میشه با حرفایی که آقای ترامپ میزنه، و خوشحال میشم که آقای عزادی و باقی کسانی که منتقد نوشته های آقای ترامپ هستن کمی به ویدیوهایی نگاه کنن که از ایران امروز. اجازه بدید پاسخ آقای عزادی رو بشنویم. آقای عزادی بفرمایید. بله، والا بنده اصراری که میکنم سر صحبت های آقای ترامپ اینه که زمانی که آقای ترامپ اون دستور اجراییشون رو صادر کردن، اولین دستور اجراییشون رو صادر کردن، اگر متنش رو بخونید میبینید که نوشته که بر اساس تهدیداتی که بعد از حملات 11 سپتامبر متوجه آمریکا هستش، شهروندان یک سری از کشورها رو ورودشون رو با آمریکا منع میکنن. و اگر که کشورها رو نگاه، اگر که حملات 11 سپتامبر رو حتما همه دنبال کردن، شهروندان عربستان بودن نه شهروندان ایران. و متاسفانه یک طوری شده که شهروندان ایران چوب شهروندان عربستان رو خوردن، اونها نمیتونن بیان. هر کسی که در آمریکا، من مطمئنم ایرانیایی که دوست دارن بیان آمریکا تحصیل کنن، فامیل هاشون رو ببینن، والدینی که بچه هاشون رو ندیدن، اینها دارن چوب سیاست های آقای ترامپ رو میخورن. اینی که، و یه مطلب دیگه هم بگم، اینی که میگم من اصرار میکنم، ببینید وقتی که شما ملت ایران رو، تاکید میکنم آقای ترامپ ملت ایران رو
تروریست خطاب کرد، نگفت دولت ایران، نگفت آقای عزیزی کجا تروریست خطاب کرد. اجازه بدید حرفشون رو تموم کنن آقای اعتمادی، بفرمایید. آقای ترامپ چندین بار زمانی که اگر اشتباه نکنم زمانی که گواهی ندادن برای تعهد ایران به برجام، ملت ایران رو، و من تاکید میکنم ملت ایران رو، از کلمه تروریست نیشن استفاده کرد، نگفت دولت ایران. من دوباره تاکید میکنم، البته اینو بعدن تصحیح کردن، ولی در هر صورت گفتن اینو. و فکر میکنم آقای اعتمادی و همه ما ایرانی ها، ما به خاطر عرق ملی که داریم در مورد خلیج فارس، ما همه علاقه داریم بهش. وقتی که میاد از خلیج عربی استفاده میکنید، شما عملا به همه ایرانی ها دارید توهین میکنید. و شما نمیتونید بگید که آقای ترامپ به ملت ایران علاقه داره. نه، آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا به کسانی پاسخگو هستش که منافعش رو تامین میکنن، و در شرایط فعلی ملت ایران در اولویت سیاست خارجی آقای ترامپ نیستن. آقای اعتمادی، من فکر میکنم آمریکا میتونه از همراهی اروپا استفاده بکنه، اما قدرت نرم ایالات متحده، مخصوصا قدرت اقتصادی ایالات متحده، در حدی هست که اگر قرار باشه ناقضان حقوق بشر، شخص آقای خامنه‌ای و کسانی که امروز دارن در خیابون‌ها مردم ایران رو میکشند، نوجوان 13 ساله آرمین رو کشتن، رو بخواد تحریم بکنه، کشورهای اروپایی مجبورن که همراهی کنن. در مورد کلمه نیشن هم کسانی که در فضای امریکا هستن میدونن که نیشن منظورش ملت ایران نیست، منظورش کشوریه و در بیشتر مواقع حکومتی رو خطاب قرار میده که مردم ایران متاسفانه امروز دارن نمایندگی میکنن. و چه خوبه که آقای عزودی هم بیا تمایز قائل بشه بین حکومت ایران و ملت ایران و بگه ملت ایران از جنس حکومت ایران نیستن، حکومت ایران یک حکومت حامی تروریسته و مردم ایران این روزها دارن حساب خودشون رو از حکومت ایران.